سلام میکنم به همه دوستای خوبم خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس یک مرور خیلی خیلی کوتاه بکنیم که تا حالا چی دیدیم تا حالا با هم دیدیم که سرعت متوسط برابر بود با x2 منهای x1 تقسیم بر t2 منهای t1 یعنی اگر به این شکل نگاه بکنید من یک جسمی داشته باشم که از نقطه x1 در زمان t1 بره به نقطه x2 در زمان t2 یعنی روی محور x ها اینقدر جابجا جا بشه در این زمان سرعت متوسطش برابر هست با دلتا x تقسیم بر دلتا t و باز با هم دیدیم که شیب خط مماس بر این منحنی مکان زمان یعنی شیب این خط برابر بود با سرعت لحظه‌ای در اون زمان مثلا اینجا t1 و اینجا t2 خب حالا شما میتونید الان به یک چیزی دقت بکنید یک مفهومی اینجا وجود داره که مطمئنم همتون در زندگی روزمرهتون با اون مفهوم هم مواجه شدید هرچند مفهومی یه ذره پیچیده تر از مفاهیمی که حداقل از مفهوم سرعت یه ذره پیچیده تر و اون همینه که این شیب این خط در این نقطه کمتر هست از شیب در این نقطه در حقیقت وی لحظه ای در زمان تی دو بزرگتر هست از وی لحظه ای در زمان درسته؟ علتش این هست که شیب این خط در این نقطه بیشتر هست از شیب این خط در این نقطه و در نتیجه سرعت لحظه ای بیشتره بنابراین خب سرعت هم میتونه تغییر بکنه خب پس نتیجه که البته این نتیجه زیاد نیاز نبود من شکل بکشم و تحلیل ریاضی بکنم همه میدونیم که سرعت میتونه تغییر بکنه اما چیزی که ما اینجا روی این شکل میبینیم تغییر سرعت هست خب پس من می‌نویسم تغییر سرعت و یک مثال دیگرش هم همین سرعت سنج های ماشین هست وقتی شما در ماشین حرکت میکنید وقتی که استارت رو میزنید سرعتتون صفر متر بر ثانیه هست و بعد شروع میکنید به حرکت کردن مثلا در یک اتوبان فرزن خالی و مثلا پنج ثانیه طول میکشه که سرعتتون مثلا برسه به 100 کیلومتر بر بذارید من اینو مثلا 100 کیلومتر بر ساعت خب یعنی یک زمانی طول میکشه که سرعتتون تغییر بکنه تغییر بکنه بره و برسه به 100 کیلومتر بر ساعت بنابراین باز هم ما اینجا تغییر سرعت داریم بس من مثلا میتونم بنویسم در 5 ثانیه در 5 ثانیه سرعت از صفر به 100 کیلومتر بر ساعت رسید. خب این خیلی باید ماشین خوبی باشه که اینجوری بره ولی خب حالا فرض کنیم این اتفاق افتاده بنابراین تغییر سرعت یک پدیده که ما در زندگیمون کاملا داریم مشاهده میکنیم در پیاده رویمون در حرکت با ماشین در حرکت هواپیما در هر... همه حرکت ها شاید همه که نه ولی خیلی از حرکت ها تغییر سرعت دارن و بنابراین ما نیاز داریم که از این تغییر سرعت و این آهنگ تغییر سرعت در زمان اطلاعات کسب بکنیم یعنی ببینیم این تغییر سرعت چقدر خودش داره سریع انجام میشه خب این خیلی مفهومیه که دو بار سرعت رو در خودش داره یعنی سرعت من با چه سرعتی داره تغییر میکنه و مثلا یک ماشین میتونه 20 ثانیه طول بکشه که سرعتش از صفر برسه به 100 یک ماشین دیگه میتونه 5 ثانیه طول بکشه که از سرعتش از صفر برسه به 100 و یک ماشین دیگه میتونه مثلا در نیم ثانیه سرعتش از صفر برسه به 100 بنابراین این ماشین ها همشون سرعتشون از صفر به 100 تغییر کرده خب یعنی V2 منهای V1شون ثابت هست خب که من اسمش رو میذارم دلتا وی همشون از صفر رسیدن به 100 کیلومتر بر ساعت اما در زمانهای مختلفی به این رسیدن بنابراین آهنگ تغییر سرعتشون یعنی سرعت تغییر سرعتشون متفاوته و من میام و اسم این آهنگ تغییر سرعت رو میذارم شتاب بنابراین شتاب به صورت کیفی آهنگ تغییر سرعت در زمان هست و به صورت کمی شتاب. متوسط اینجوری تعریف میشه که برابر هست با ویدوی منهای وی, دو وی یعنی تغییر سرعت تقسیم بر اینکه چقدر طول کشیده که این سرعت تغییر بکنه که مساوی میشه با دلتا وی به دلتا تی بنابراین اگر تغییر سرعت ثابت باشه یعنی همه مثلا دو تا جسم داشته باشیم که هر دو از یک سرعت ویدو... یکی رسیده باشن به یک سرعت ویدو ولی یکیشون در زمان کوتاهتری رسیده باشه یعنی دلتاتی کوچیک‌تر باشه بنابراین شتاب متوسطش بیشتره چون دلتاتی اینجا توی مخرج هستی که درسته خب حالا بیایید به عنوان مثال من شتاب این ماشین در حقیقت داستانی و خیالی خودمون رو حساب بکنم این ماشین در 5 ثانیه سرعتش از صفر رسیده به 100 کیلومتر بر ساعت من میخوام شتاب رو بر اساس واحد های استاندارد SI حساب بکنم در نتیجه لازم دارم که سرعت رو از 100 کیلومتر بر ساعت تبدیل بکنم به اینکه بفهمم چند متر بر ثانیه است یادتون باشه که واحد SI یا استاندارد سرعت متر بر ثانیه است خب این تبدیل واحد ها برای خود من اون اوایلی که با شتاب آشنا شده بودم و سرعت که خورده سخت بود ببینید روشش خیلی ساده است من الان یک روشی بهتون میگم تا همیشه میتونید ازش استفاده بکنید 100 کیلومتر بر ساعت رو وقتی میخواید تبدیل بکنید به متر بر ثانیه میگید خب 100 کیلومتر که هست 100 هزار متر دیگه پس این میشه 100 هزار متر بر ساعت درسته یعنی 100 هزار متر در 3600 ثانیه درسته پس خیلی راحت دیگه ساعت 3600 ثانیه است یعنی وقتی من 100 کیلومتر رو در یک ساعت میرم یعنی 100 هزار متر رو در 3600 ثانیه میرم که این مساوی میشه با اگر حساب بکنید 27 و 7 هم از این خطا یعنی 7 7 7 7 7 متر بر ثانیه بنابراین من میتونم خیلی راحت بیام شتاب متوسط این ماشینم رو در طول این پنج ثانیه حساب بکنم بگم شتاب متوسط او یادم رفت بگم شتاب رو ما با A نشون میدیم و متوسط من بالاش یه دونه از این خط ها میذارم یعنی شتاب متوسط برابر هست با تغییر سرعت یعنی 27 و 7 دهم v متر بر ثانیه منهای صفر متر بر ثانیه سرعت اولیه تقسیم بره 5 ثانیه این میشه شتاب متوسط من یعنی آهنگ تغییر سرعت ماشین من یعنی ماشین من چقدر سریع سرعتش تغییر کرده خب پس شتاب یعنی سرعت تغییر سرعت خب یعنی یه خورده زبان فارسی در اینجا خوب کار نکرده شاید بتونم بگم آهنگ تغییر سرعت درستتر هست که این مساوی میشه با 27, و 27 هم تقسیم بره پنج بذارید من از ماشین حساب استفاده بکنم 27 هفت ممیزه هفت 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 هفت, هفت. تقسیم بر پنج مساوی میشه با پنج ممیزه پنج 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 همینجوری پس شتاب من میشه پنج ممیزه تقریبا پنج دوره گردش متر بر ثانیه واحد سرعت تقسیم بر ثانیه واحد زمان میشه متر بر ثانیه به توان دو پس واحد شتاب رو هم به دست آوردیم هست متر بر ثانیه به توان دو چرا؟ چون هست واحد سرعت یعنی متر بر ثانیه تقسیم بر واحد زمان یعنی ثانیه که میشه متر بر ثانیه به توان دو از همین تعریف شما بلا فاصله میتونید بفهمید که شتاب یک کمیت برداریه یعنی اسکالر نیست جهت داره یعنی واسه من مهمه که سرعت داره در جهت مثبت تغییر میکنه یعنی داره زیاد میشه یا داره کم میشه در نتیجه اگر سرعت من کم بشه شتاب من منفیه خب بنابراین شتاب یک کمیت برداریه و این هم بلا فاصله از این تعریف حاصل میشه و به عنوان نمونه مثلا شما الان میتونید به این سوال جواب بدید که الان در این شکل شتاب مثبت یا منفیه در این شکلی که اینجا داریم اگر صفر نیست خب اول از همه شما سری میتونید بگید صفر نیست چون اینجا دیدیم که وی تی بزرگتر از وی تی یک اینو نشون دادیم و سرعت داره زیاد میشه در نتیجه وقتی که سرعت داره در طول زمان زیاد میشه وی دو بزرگتر هست از v یک در نتیجه شتاب مثبته پس در این شکل شتاب بزرگتر از صفر هست و حالا برای اینکه یه خورده بهتر با این مفهوم شتاب آشنا بشیم بذارید من برم در همون آزمایشگاهی که مووینگ منی که داریم اینجا که باش آشنایی من این آقا رو بردم این ته ته این گوشه و میخوام یه کاری بکنم میخوام یک متر بر ثانیه بهش شتاب بدم خب پس من یک متر در ثانیه در این راستا بهش شتاب میدم و میگم که حرکت بکن شما خوب دقت بکنید به این شبیه سازی که من الان انجام میدم و به تغییر سرعتش نگاه بکنید تغییر سرعت این آقا ببینید سرعتش همینجوری داره زیاد میشه و دیگه حرکت با سرعت ثابت نداره و سرعتش داره دائم بیشتر و بیشتر میشه و همینجا میبینید که سرعتش از صفر رسید به مثلا 6 و متر بر ثانیه خب و اینجا هم که خورد به دیوار و سرعتش صفر شد خب پس یک احساس خوبی امیدوارم شما نسبت به شتاب به دست آورده باشید و با دیدن خیلی فیلم خیلی کوتاهی که الان پخش شد هم دیده باشید که شتاب دقیقا همون تغییر سرعت هست در ویدیو بعد بیشتر در مورد شتاب با هم دیگه صحبت خواهیم کرد فعلا خداحافظ